خداوند یکتا سلام، وقت شما بخیر. بیننده بخش نخست آخر خط به گونه زنده از نور هستید. نظام پسا صلح چه گونه و با چه مؤلفه های شکل خواهد گرفت؟ افغانستان در انتظار چه نوع نظام سیاسی است؟ حکومت طالبان و جریان های سیاسی چه نوع نظامی را برای آینده افغانستان پیشنهاد می کنند؟ نیاز جدی افغانستان به چه نوع نظام است؟ نتیجه یک تحقیق که از سوی مرکز مطالعات استراتژیک صلح به نشر رسیده میگوید که نظام غیر متمرکز نیاز افغانستان پس از صلح است و توافق صلح فرصت خوبی برای تمرکز زدایی قدرت در افغانستان است. با این حال انتظار چیست؟ از دل نشست ترکیه چه نوع نظام برای افغانستان بیرون داده خواهد شد؟ تا اینجای کار طالبان که نظام خالص اسلامی را خط سرخ کرده و در مقابل حکومت هم جمهوریت را به برگزار کنندگان نشست ترکیه پیشنهاد کرده، اینها چگونه خواهد توانست این اختلاف ها را نقطه پایان ببخشند؟ این موضوع را با آقای وایس ناصری، آگاه روابط بین الملل، که از آلمان روی خط اسکایپ است، با بحث میگیریم. آقای ناصری سلام بر شما، خیلی تشکر از اینکه در بحث با ما هستین. عزیز، عرض سلام و ادب دارم. اظهار سپاس از معبت و دعوت شما. سلام به همکاران تکنیکی شما. سلام به بیننده‌های نهایت خوب نور در سرتاسر جهان. سپاسگزارم. آقای ناصری، اجازه بدین بحث را از با یک پرسش کلی آغاز کنیم. احتمال تشکیل یک نظام متفاوت‌تر از جمهوریت کنونی و امارت طالبانی در نشست ترکیه اگر نتیجه بخش باشه، در این نشست میره فکر میکنین؟ ببینین، پیش از اینکه ما به بحث اینکه نظام آیندی افغانستان چی باشه، بله، یک نگاه کوتاهی داشته باشیم به اینکه طالب‌ها چی می‌خواهند. اصلاً همین قرائت طالب از حکومت، از نظام، از حاکمیت، از به حساب امارت چی هست که آیا این وفق میکنه با و سازش داره با او قرائتی که مثلا طرف جمهوریت داره و نیروهای دیگه سیاسی داره؟ ما بله، اگر به تاریخ اسلام یک نظر بسیار کوتاه پرتیم، بعد از اینکه مثلا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم هجرت میکنن و در مدینه منوره اونا حکومت را تشکیل میکنن، حکومت مرکه که باز به حساب به اولین اساس حکومت اسلامی گفته میشه، بله، چهار خلیفه دیگه که بعد از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم میاین تا سال 40 هجری، اینا اشکال متفاوتی از حکومت و نظام را و انتخاب امیر و زعیم و خلیفه را به حساب اسلام شاهد است که چهار شکل اینا تعیین میشن. مثلا وقتی رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات میکنن، اونا جانشین خود تعیین نمیکنن، بلکه برای 5 نفری که به حساب از سران و بزرگان هستن، به حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق و دیگران وظیفه میتن که اینا در میان خود مشوره کنن، بر اساس مشوری اینا یک حکومت تشکیل شه. وقتی که حضرت عمر عثمان رضی الله عنه وفات میکنه، همطور یک کار میکنه که یک کمیته 7 نفره را تشکیل میکنه. به این شکل اگر ما ببینیم که در 4 خلیفه در خلفای راشدین چی که اقتدار و حکومت تشکیل میشه، بله، بعد از شهادت حضرت علی کرم الله وجهه ما شاهد غصب قدرت توسط حضرت معاویه هستیم که بعد از این خلفای اموی میایه، سلطنت میایه و نظام به حساب دموکراتیک، نظامی که بر اساس انتخابات و رای و شورا و اجماع به حساب مو یک جمع از و بیعت این چیزا خاتمه پیدا میکنن. نظام اسلام یعنی حکومت اسلامی از او زمان به بعد کلش شکل خلافت به خود میگیره، بله، یعنی اینا به شکلی میاین که موروثی هست، یعنی خلافای اموی، خلافای عباسی و تا عثمانی ها و دیگه تا به امروز. مثلا در بسیاری کشورهای اسلامی شما همیش حکومت های موروثی را دارین. بنان قرائت طالب چی است؟ قرائت طالب در میان دو، نه تنها بحث فقط خاص فقهی در میان مسلمان ها پیدا میشه، بلکه بحث کلامی و فلسفی هم پیدا میشه. مکاتب مختلف در صدر اسلام ظهور میکنه که معتزله هست، اشاعره هست، بله، مسائل اهل حدیث هست و یک بخش از اینا در زمان که حضرت علی کرم الله وجهه با حضرت
معاویه سر مسئله خلافت مخالف میشن و یک جنگ شدید در بین مسلمان ها بله در میگیره که 12,000 نفر به شهادت میرسه به نام جنگ صفین. در این درست جا یک گروه از اواریون و همکاران و پیروان حضرت علی از صفش جدا میشه و ایره متهم میکنه که تو چرا بیعت یعنی چی کردی، امی مصالحه کردی و جنگ خاتمه بخشیدی، تو خلیفه بودی، تو باید آخر می جنگیدی. این گروهی که خارج میشه به نام خوارج در تاریخ مشهور میشه. بله و تفکر خوارج از امامت، از زعامت، از حکومت، از شریعت، از تطبیق نظام، متاسفانه امی رشته از این تا امروز در بحث از گروه های فکری که گروه های به حساب جهادی هستن یا گروه های فکری مذهبی هستن در جهان اسلام که یکی مشهورترین و مشهورترینشان امی گروه طالبا هست، اینا یک تفکر خاص فکری و فقهی و به حساب مذهبی دارن که قرائت طالب از شریعت، قرائت طالب از دین، قرائت طالب از امارت، از امامت، از زعامت، از بیعت، این چیز یک ریشه در تاریخ اسلام داره. بنابراین ما دو تفکر در صدر در سطح حرکت های اسلامی و نوزت های اسلامی در معاصر میبینیم. یک تعدادش این حرکت ها فکری هست، یعنی اینا معتقد به این نیستن که حتما باید در رأس نظام یک عالم دین باشه، بلکه یک مسلمان دانشمند، یک مسلمان متحد که اگر انجینیر است، دکتر است یا متخصص دیگر اشته است ولی مسلمان خوب است، میتونه که زعامت به دست داشته باشه. ولی طالب تفکرش است که باید ملای مدرسه دینی دیوبندی خودشان باید حاکم باشد و اونا با مشکلی که یک شکل بسیار تاریک از قرائت دینی بس هست. بس هم از آقای ناصری بسار. بله بس هم است که بسیارها به این باور است که توافق روی یک نظام بر حالش عبوری به گونه نظام انتقالی صلح که گفتم میشه شاید کار خیلی ساده باشه و بحث هم روی موارد کوچک بسیار ساده باشه، اما بحث نظام آینده پس از صلح شاید مشکل های زیاد را داشته باشد. همینطوری که شما هم اشاره کردین افغانستان تجربه کرده نظام طالبانی را هم، جمهوریت فعلی را هم و انواع دیگر نظام ها را که تا اینجای کار حداقل خیلی در خور مردم خوب گفتن نشده. فکر میکنید چگونه یک نظام با همین تفاوت دیدگاه های خیلی فاحش میان حکومت، جریان های سیاسی و همینطور هم طالبان شکل خواد گرفت و چقدر کار سخت است که بتونه یک نشست 10 روزه استانبول به این یک توافق بزرگ طرف ها را برسانه؟ ما یک مشکل کلان تاریخی داریم، ما یک مشکل کلان مشروعیت در تاریخ سیاسی افغانستان داریم، ما یک مشکل کلان توزیع قدرت و ثروت در افغانستان داریم. اگر شما تاریخ به حساب چند هزار ساله افغانستان کنار بگذارید، فقط به تاریخ چند صد سالهش مراجعه کنید، نظام و حکومت و حاکمیتی که در این چند صد سال اخیر در افغانستان بوده یک قرائت قومی و برتری قومی را در خود داشته. بله. نظام بوده شاهی مطلقه، او هم به تفکر به حساب حاکمیت قوم و یک سلطه یک قوم بر تمام افغانستان. متاسفانه چون عدالت در افغانستان مراعات نشده و یک تا یک زمان بسیار طولانی زمان گرفت، قربانی و به حساب مقاومت های مردم افغانستان نتیجه داد تا درست. حکومت در دوره در دهه 40 حاضر شد که حکومت مشروطه شاهی مشروطه را بیاره و بعدا یک کودتای صورت گرفت. بعد از 40 سال حکومت ظاهر خان که داوود خان آمد و گفت ما جمهوریت میاریم. متاسفانه امو فایده ای که مردم افغانستان از نظام جمهوریت داشت و جمهوریت هایی که بعدا آمد، اون جمهوریت ها هم یک شکلی از نظام شاهی بود و بدتر از نظام شاهی مشروطه که پیشتر از او بود. در زمان آخر ظاهر خان ما حداقل دموکراسی داشتیم، آزادی بیان داشتیم، مطبوعات داشتیم، ولی کودتا یک صورت گرفت و نظام جمهوریتی که آمد، جمهوریت خلقی ها و پرچمی ها وقتی که آمد و جمهوریت دموکراتیک و بعد از او حکومت انارشیزم مجاهدین که حاکم شد و حکومت به حساب مختنق طالب ها که به نام امارت اسلامی آمد، این در بستر تاریخ افغانستان هم یک نوع بی‌عدالتی های عظیمی را نشان داد. و بعدا وقتی که مسئله سقوط طالب ها مطرح شد، ما در بند شاهد یک آمدن یک نظام و حکومت و حاکمیت دیگه بودیم که در اونجا آقای کرزای با دو رای خود بر استاد عبدالستار سیرت که مثلا 9 رای داشت از امون گروه روم و باید بحیث زعیم آینده افغانستان تعیین می شدن، به خاطر فقط
مسائل مناسبات قومی، ما دیدیم که گفتن که باید حاکم آینده افغانستان یک زعیم از پشتون از جنوب افغانستان باشه، باز بله. با تفکر جدیدی که از تعریف از قوم در افغانستان داده شد و هم با کمک سازمان ملل متحد و دولت امریکا و متحدینشان ناتو، ما یک تفکر قومی دیگر در 20 سال دیگر در افغانستان دیدیم که این درست. تفکر هم بسیار کشنده و بسیار مضر بود. یعنی تاریخ معاصر افغانستان برخی که اگر موضوع طالب و تفکر طالب و قرائت طالب از حکومت و نظام و سیاست کنار بگذاریم، ما یک مشکل کلان دیگه در دارون جامعه افغانستان داریم که تفکر قومی هست، حاکمیت قومی که در 20 سال گذشته حکومت کرده و تمام قدرت و ثروت و امکانات افغانستان به دست خود داشته، انتخابات و بوران بردن، دسایس بسیار کلان انجام دادن، ثروت های ملی را چور چپاول کردن، ولی فقط به خاطر اینکه یک گروه یا یک قوم در افغانستان حاکم باشه. حتی درست. در بدترین شرایط ما دیدیم که بدترین دشمنان یکی دیگه به خاطر تناسب قومی و مناسبت های قومی متاسفانه در این کشور با هم ائتلاف کردن و در انتخابات تقلب کردن تا همون نظام حاکمیت را که ناصری. درست. اگر در مورد این موضوع بحث اگر صحبت بکنیم، چیزی که من در مقدمه هم اشاره کردم، مرکز مطالعات استراتژیک صلح که یک از زیر مجموعه های شورای مصالحه هم است، همین تحقیقی را که انجام داده و در نتیجه تحقیقش هم گفته که نظام غیر متمرکز نیاز افغانستان است و یعنی البته پس از صلح، و گفته فرصت خوبی است نشست ترکیه و همین گفتگوها تا اینکه قدرت زدایی شود در افغانستان. با این وجود چقدر فکر میکنین که حداقل همین فرصت مساعد شده باشه پس از سالهای سال که مردم میخواست در قدرت سهیم باشه و یک نظام باشه که همه مردم قدرت در او ببینه و نیازی مبرم جامعه کنونی ما باشه، بتونه مساعد بکنه؟ و آیا فکر میکنین اگر نتیجه این تحقیق را شما هم ببینین که مشخصا تمرکز کرده به اینکه باید یک نظام غیر متمرکز شکل بگیره، به نفع است و میتونه حداقل در همین اوضاع به نفع افغانستان باشه و مشکلات را برطرف بکنه، حداقل اگر زیاد نمیکنه کاهش هم نده؟ ببینید، در قانون اساسی که در 1382 در افغانستان به تصویب رسید، در اونجا موضوع انتخاب شاروال ها گفته شده، انتخاب بله. شوراهای ولسوالی ها گفته شده، اونجا به حساب تعیین مسئولین چی در سطح ولایت و چی در سطح ولسوالی ها انتخابی هست. یعنی یک نوع تقسیم قدرت و یعنی توزیع قدرت در افغانستان، ولی این چیز هیچ وقت عملی نشد. نه ما انتخاب شورای ولسوالی ها را داشتیم و نه شاروال های افغانستان، شهردارای افغانستان انتخابی بودند، و متاسفانه یک حکومت مختنق منضبط سیاسی را ما شاهد بودیم که در فصل ریاست جمهوری در ماده 64 در 21 بند تمام اختیارات به یک فرد، به یک شخص به نام رئیس جمهور داده شده. بله. بنان در افغانستان کثیر الاقوام، افغانستان کثیر المذاهب، افغانستانی که با نژادها و زبانهای مختلف مردم تکلم می کنند، استبداد قومی و مذهبی و استبداد سمتی باید نفی شود. ما متاسفانه بدبختانه توزیع عادلانه قدرت و ثروت نداشتیم، و اشتباه یا درد کلان دیگه که هست است که گروه ها، نیروهایی که خواهان آمدن یک نظام دموکراتیک، نظام مردم سالار، نظامی که در او به حساب توزیع قدرت باشه و در او حداقل نظام نیم پارلمانی باشه، نیمه فدرالی باشه که مردم اختیار انتخاب اما نماینده های خود در ولایات و در ولسوالی ها و شهرداری ها داشته باشه. بله. متاسفانه این نیروها هم با هم کنار نیامدن، یک اتحاد ملی، یک مجموعه کلان قوی وجود نداره که در استانبول اینا بتانن از یک تغییر نظام و از آمدن یک نظام جدید. این امریکا برای ما شما نظام دموکراتیک، نظام مردم سالار، نظام نیمه فدرالی، نظام به حساب پارلمانی را هرگز اینا رقم نمیزنن، چنانچه در بن نکردن، چنانچه در لوی جرگه قانون اساسی نکردن. کتاب آقای خلیلزاد مطالعه کنین، آقای امونی ده. که آقای خلیلزاد در کتاب فرستاده به بسیار غرور و تکبر میگه که داخته مسئله مشکلات در قانون اساسی و لوی جرگه قانون اساسی بود. آقای کرزی مرا شب خواست که باید بری و همه چیز تغییر بده، اگر نه اینا نظام سرما
نظام ریاستی می سازن، صدارتی می سازن و من از ریاستی تیر نیستم. اگر ریاستی نبود باز من رئیس خود کاندید نمی کنم. خلیلزاد میگه من رفتم و اونجا با هم نشستم و فردا وقتی که حالت تغییر کرد میگه خود کرزی گفت تو چی کردی؟ چی به حساب معجزه کردی که این تغییر دادی؟ و گفت که من کلی کلانا را گپ دادم، قانونی رو گفتم که برو خودت در پارلمان رئیس دایم الامر رئیس میسازه، مورا رشوت داده مورا. آقای خلیلزاد در تعیین سرنوشت افغانستان، در تعیین سیستم شیوه نظام سیاسی افغانستان متاسفانه نقش داشت. دیکتاتور مابانه و امریکا بر امریکا هیچ مطرح نیست، نه در استانبول مطرح است نه در بن مطرح بود که نظام سیاسی افغانستان چی باشه. این حرکت ها و جنبش هایی که ولی برایش مهم است برش مهم است که نظام آینده افغانستان را حداقل اونا در موردش تصمیم بگیره یا نه. خوب اگر چه همه میدانه سه جبهه عملا شکل گرفته، جبههی که طالبان هست و در آنجا بر قول خودشان یک نظام خالص اسلامی میخواهد، جبههی حکومت که همین جمهوریت را میخواهد و همین طور هم جریان های سیاسی که انواع مختلف نظام ها را پیشنهاد کرده. اگر شما میگین که حداقل تصمیم گیرنده اگر آمریکا باشه، این خواست ها فکر میکنین که کجا به کجا خواهد رفت؟ آیا واقعا تحمیل خواهد شد یک نظامی که بر حالش یا خلیلزاد یا آمریکا او را بخواهد؟ ببینین طالب ها حکومت خالص اسلامی که میگن، شریعت میگن، امارت میگن، امیر میگن، بیعت میگن، تفکر مذهبی شان است، ولی در تفکر سیاسی شان حاکم بیسا و تفکر سیاسی طالب حاکمیت و غلبه یک قوم در افغانستان است. متاسفانه سیاست گذشته طالب ها، سیاست امروزشان، حرکت هایشان، تشکیل امو هیئت مذاکره کنندهشان همیشان نشان دهنده یک تفکر حاکمیت قومی هست. و آقای کرزی هم وقتی که به این کنفرانس میره متاسفانه طرفدار حکومت و حاکمیت به می تفکر طالبی است، به می حاکمیت قومگرایانه هست. آقای حکمتیار هم به عین شکل زیر شعار حکومت مرکزی خانه امید راست. متاسفانه صفحه که اونا میرن متشکلتر متحدتر هستند، ولی کسانی که میگن که نظام نیمه فدرالی باشن، نظام به حساب که باشه تقسیم قدرت باشه بله. درش صدارت باشه و حکومت به حساب یک دیکتاتوری که تا به 20 سال گذشته آقای کرزی و غنی داشت، از این ما بگذاریم قانون اساسی تغییر کنه و قدرت تقسیم شود. متاسفانه نیروهایی که ایر خواهان هستن اینا تشکل ندارن، وحدت صف ندارن، برنامه روشن ندارن و اینا قادر به این نیستن که این چیز در سر طالب تحمیل کنن. طالب شاید بسیار چیزها را قبول کنه، ولی حکومت مرکزی همین شکلی که در افغانستان است و بدتر از ایره طالب میخواید. طالب هرگز هم میخواید که این حکومت مرکزی که طالب در افغانستان در 250 سال بوده این تغییر کنه. متاسفانه بدبختانه افغانستان داره باز هم با یک سرنوشت بسیار دردآور دیگه مبتلا میشه که به ده ها سال دیگه. ولی طرحی که عملی خواهد بود به نظرتان فکر میکنین در میان این همه طرحها، کدام طرح فکر میکنین عملی خواهد بود؟ طرح حکومت یا از طالبان یا از جریان های مختلف سیاسی؟ طرح حکومت آقای غنی با طرح طالب، با طرح آقای حکمتیار و طرح آقای کرزی هیچ تفاوت نداره. درست. بر شکل نظام اگر درشان یک چیز میخواین حکومت مرکزی بله. قوی با محوریت حاکمیت یک قوم. درست. اگر صحبت های آقای با معذرت صحبتانم قطع کردم آقای ناصری، اگر صحبت های آقای خلیلی را شما شنیده باشین در بامیان چند روز پیش گفت که باید یک همه پرسی برگزار شود در مورد نظام آینده و او یک نظام فدرالی را یک نظام خوب برای افغانستان گفت. جریان ها و احزاب دیگر در افغانستان مثل جمعیت اسلامی نظام متمرکز غیر متمرکز صدارتی را پیش بینی میکنه و میگه که مشکل حل مشکل میتونه باشه و همین طور هم این تحقیقی که از سوی همین نهاد مطالعات استراتژیک صلح صورت گرفته که زیر مجموعه شورای مصالحه هم است، اونا یک نظام غیر متمرکز پیش بینی میکنه. با این وجود پس فکر نمیکنین یک جنجال بسیار بزرگ در مورد نوع نظام پس از صلح باشه در انتظار و نتونه این نشست ترکیه تا 10 روز یک نظام را حداقل پیش بینی بکنه تا مورد تایید همه طرف ها قرار بگیره؟ من فکر میکنم که در بن اصلا سر مسئله شکل نظام و حکومت آینده بحث نمیشه، به خاطر که اکثریت کسانی را که از طرف از کشورهای مختلف تنبیل میشن و براتون پیشتر آدرس دادم، اونا متفقانه قدرتمندانه امو
ادامه سیاست و پالیسی امریکا را که در 2001 در بند رقم زد که به حساب مو حاکمیت قومی را در افغانستان تحمیل کرد، متاسفانه باز هم اینا تحمیل میکنن. بدبختی است که کسانی که مخالفت با حکومت فدرالی میکنن و شبه فدرالی میکنن، اونا میگن که افغانستان تجزیه میشه. اصلا اونا نمیدانن که امی فدرالیزم چی هست. آیا آلمان با فدرالیزم تجزیه شد؟ آیا هندوستان تجزیه شد؟ آیا پاکستان تجزیه شد؟ آیا امریکا تجزیه شد؟ ده ها کشور دیگه که فدرالیزم داره اونا تجزیه شدن. اصلا اگر ولی مثلا بامیان انتخابی باشه، ولسوالاش انتخابی باشه، چی فرق میکنه؟ آیا در مزار شریف والی که از مزار بود آقای عطا احمد نور خدمت میکرد موفق بود؟ وقتی مگم یک والی دیگر شما روان میکنین، آقای تاج محمد جاهد روان میکنین از پنشیر به فرا، میبینین که اصلا ولسوالی های فرا را نمیشناسد. والی روان میکنیم به بدخشان، کو اصلا هیچ اراضی بدخشان. یک از کسایی که واکنش نشان داد در مورد این نظام فدرالی که آقای خلیلی مطرح کرده بود، آقای محقق بود و گفت که مشکل افغانستان رو نمیتونه حل بکنه. او اشاره به این کرد که ولایات مرکزی مرز با بنادر نداره و از این خاطر شاید آسیب جدی ببینه اگر نظام فدرالی یا فدرالیسم شوه افغانستان. چقدر واقع بینانه است این موضوع؟ حداقل ولایات مرکزی که آسیب اگر ببینه. ما در آلمان که هستیم این 16 ایالت است. اتونیز که هر ایالت با کشورهای خارجی سرحد داشته باشه و با دریا چیل باشه و که ما ایالت هایی داریم که بسیار کوچک هستند و در مرکز آلمان هستند و اینا به حساب از نظر اقتصادی و از نظر موقعیت اینا بسیار بسیار کوچکتر از اوستند که ایالت های پرقدرت دیگه. ولی وقتی که مسئله عدالت اجتماعی باشه، وقتی که تطبیق قانون باشه، این مسئله که اراضی در کجا باشه، مناطق مرکزی، همی آقای محقق وقتی به برلین آمده بود، اونجا آقای احمدزیای مسعود بود و جنرال دوستم بود و یک سناتور مقتدر امریکایی بود به نام رورا بکر، اینا را خواسته بود. من به شاهد هستم که چند سال پیشتر اونا همین موضوع فدرالیزم و آمدن یک نظام فدرالی را در افغانستان مطرح کردن و رو روا کرد از او به شدت تایید میکرد، پشتیبانی میکرد. او زمانی بود که آقای احمدزیای مسعود به اپوزیسیون پیوسته بود در زمان کرزی و آقای محقق و مخالف کرزی بود و دوستم هم با کرزی دیگه نبود. در اون زمان اینا به اوج آمدن. وقتی که آقای محقق رفت به هالند، ما به دیدنش رفتم در اونجا در یک جای از به نام بیفروایک و او شهر، ما گفتم مصاحبه میکنم. خب خلاصه به مشکل مصاحبه که 14 هفته تلویزیون نمیفهم بخیر، یک بود که میمان یار یک برنامه بود که آقای محقق در خانیش مصاحبه کرده بود درست. و در اونجا آقای مجیب فکر میکنم ازش سوال کرده بود و گفته بود که من گوشت قاق خوش دارم، کادیلاک خوش دارم و دیگه بود دیگه. یعنی مسخرگی های بسیار کلان برش ایجاد شد که باعث شرمندگی آقای محقق شد. یکی از سازشکارترین و معاملگرترین سیاستمدارای افغانستان آقای محقق است. در همون زمان من کسی مصاحبه کردم در مابین بیفروایی که حالا با من خودم شخصا گفت که حکومت فدرالی و نظام فدرالی رو ما میخواییم به خاطر تطبیق عدالت اجتماعی در افغانستان. آقای محقق امروز یک شب یک چیز میگه، روز چیز دیگه میگه، استقرار فکری نداره، مطلون المزاج است. خودش با همین سندی که من بر شما میتونم در کنار احمدزیای مسعود، در کنار جنرال دوستم، بله. در کنار سناتور رو روا کرد، اینا نظام فدرالی را مطرح کردن و یک ائتلاف اعلان کردن. آیا درست. تاریخ فراموش میکنه؟ آیا خب. مردم فراموش میکنه؟ آقای همین محقق، همین آقای چیرا اشرف غنی را از دین خارج ساخت و به حساب تکفیرش میکرد. امروز ببینین مشاورش شده آقای استقرار فکری سیاست مدارای ما اگر میداشتن آقای امونی، اگر اینا به مردم و نظام اعتقاد میداشتن، واقعا اون چیزی را که میگن به خاطر مردم میبود هرگز اینقدر. پس به دنبال منافع خودشان هستن که با هر نوع نظامی که بتانه منافع خودشان را تامین بکنه پیشنهاد میکنه و طرح مینویسه. فکر میکنین همه چنین باشه؟ متاسفانه در افغانستان بسیار نادر است. اگر سیاستمدار پاکی که به خاطر منافع مردم افغانستان سیاست کنه بسیار نادر است، بسیار کم است. و او کدام تاثیر گذاری هم بر روند همین حاکمیت مافیایی که امروز افغانستان اداره میکنه نداشت، نمیتونه داشته باشه. متاسفانه افغانستان در یک بحران کلان هویت ملی، اعتماد ملی و با 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 و یک افغانستان به یک گاندی دیگه ضرورت داره، افغانستان به یک مندیلای دیگه ضرورت داره که افغانستان از این منجلاب خارج بسازه.
یک بار در دوران جهاد یک شخصی به نام شهید احمدشاه مسعود سر بلند کرد و او زمانی بود که مقاومت و جهاد بود در مقابل روسا و یک رسالت عظیم تاریخی خود انجام داد، ولی به خاطر نجات افغانستان از حالت بحرانی که ما از نظر اجتماعی اقتصادی و اعتماد ملی داریم و از عدالت اجتماعی تطبیق شود در افغانستان و مساوات تطبیق شود و واقعا یک نظام رسالتمند و نظام مردم سالار در افغانستان به ما با یک ناجی با یک تحول با یک انقلاب فکری ضرورت داریم. و فعلا در شرایط کنونی من هیچ سیاستمداری را نمیبینم در میدان سیاست افغانستان که بتونه همین کشتی شکسته افغانستان نجات بده و افغانستان از این بحران فسائل امن درست. آقای ناصری، خب با این موضوعاتی که شما اشاره کردین، فکر میکنین یک گزینه خوب چون بحث ما همی است کدام نوع نظام میتواند یقل باشه که بتواند مشکل افغانستان را حل بکنه؟ برای شما تشریح کردم از صدر اسلام، از اگر از نظام های سیاسی که از جان لاک برای حساب هم قرارداد اجتماعی را مطرح میکنه یا از جان دیگه فیلسوفا و نظر یا پردازانی که در قرن 17 به حساب هم انقلاب عظیم در انگلیس ایجاد شد که مشروطیت آمد، نظام مشروطیت بهترین نظام اوست که عدالت اجتماعی را تطبیق کرده بتانه. کدام یک از این انواعی که خب حالا عملی است در دنیا و قابل استفاده است میتونه میگن نظام فدرالی را شما میگین؟ بله، در افغانستان که کسی را اقوام است و مناطق مختلف داره و مردم و زبانهای مختلف و اراضی مختلف، جغرافیای مختلف داره، بسیار متفاوت است از نظر مذهب و فکر و اینا، ما باید در با یک حکومت شبه فدرالی که او آزادی برای انتخاب به حساب مناطق داشته باشه، ولایات داشته باشه، ولسوالی ها داشته باشه. و من در بعض سفرهایی که در افغانستان داشتم نشان میدادن که یک سرک ما در 4 سال 5 سال ترمیم کرده نمیتونیم به خاطر اینکه بودجه ازی از طرف حکومت مرکزی باید تعیین شه، با ولسوال و والی که اینجا آمده هیچ با مردم محل آشنایی نداره و نمیخوایم کار کنه، فقط به دزدی آمده و میره. متاسفانه اگر ما به می منوال باشه افغانستان ضرورت به یک تغییر تحول اساسی در ساختار سیاسی نظامی نظام سیاسی خود داره و او عبارت از نظام فدرالی هست که در افغانستان بیایه و مردم هر منطقه افغانستان به حساب بتانن امو زعمای خودشان انتخاب کنند و هر کس به شکلی شاید طالب به شکلی و در مناطقی که اکثریت رای بگیره بتانه امی تفکرات خود بیاره و آقای حکمتیار به یک منطقه و دیگرها به هر شکل، یعنی افغانستان قادر به دی است، مثل پاکستان واره، مثل هندوستان واره، مثل دیگر کشورهای پیشرفته جهان واره که امی تعامل سیاسی را حفظ کنه، افغانستان وحدت سیاسیش حفظ باشه ولی عدالت اجتماعی باشه. ولی چقدر پس درست آقای ناصری، بسیار فرصت ما کم است، میخوایم دوستای پرسش دیگرم بپرسم، چقدر چی باشه نمی مسئله حکومت فدرالی حداقل در انتظارش باشیم یا حداقل قابل عملی باشه اگر واقعا بس تقسیم قدرت باشه، بس تجزیه نه بس قدرت که هم طالب در یک سمت قدرت داشته باشه هم طرف های دیگر و انتظار همین چیزی هم در نشست ترکیه بره؟ ببینید، من پیشتر در مقدمه گفتم آقای امونی که گروه ها و جریان هایی که طرفدار غیر متمرکز بود شدن سیاست در افغانستان است و غیر متمرکز شدن ساختار نظام هستند و حکومت فدرالی می خواهند، حکومت صدارتی می خواهند، حکومت می خواهند که به حساب اختیارات از دست یک رئیس جمهور دیکتاتور خارج شد، مثل که اکونومیست گفت که بدترین و خشنترین دیکتاتوری را در تاریخ معاصر افغانستان امی حکومت داره. این مقاله و یا یک گزارش 3-4 ماه پیشتر است که من بر شما این را میگم، امی حکومت آقای غنی را گفت دیکتاتورترین و خشنترین دیکتاتوری در افغانستان است. اگر ما بخوایم امی نظام را بشکنانیم، امی سازمان ها و جریان های با هم اتحاد دارن، چند جریان سیاسی با هم متحدانه میتونن در استانبول امی طرح را پیشنهاد کنن، ولی طرح حکومت مرکزی قوی که با امی حاکمیت قومگرایانه در افغانستان ادامه پیدا کنه، آقای کرزی، آقای حکمتیار، طالبها و غنی و اشرف غنی و تیم هر 100% در کنار از او میستن. شاید فردا میبینید که اگه ائتلاف کلان غنی با طالبها صورت بگیره که دان کل گواز بانه.
که غنی شد و یک کودتا شد و به طالب حکومت تسلیم کرد، به بله خاطر از اینکه متاسفانه از 2001 به این طرف آقای امانی اینمی حاکمیت و حکومت قومی را امریکا با آمدن کرزی برای ما تحمیل کرد. در اون بونه که این کار صورت می گرفت، ما در اون جلسه حاضر بودم و شاهد تاریخی از بودم که آقای عبدالستار سیرت 9 رای گرفت ولی آقای کرزی با 2 رای خود 20 سال در تشکر. افغانستان حکومت میکنه. سپاس گذارم. در آخرین پرسش آقای ناصری، خب حکومت هم بارها گفته که آماده تعدیل قانون اساسی است و تعدیل هم گفته ضروری میدانه، اما تاکید حکومت به این است که قانون اساسی باید با همان راهکارهایی که خودش پیش بینی کرده تعدیل شود. مثلا در ماده 149 قانون اساسی آمده که اصل پیروی از دین اسلام و نظام جمهوری غیر قابل تعدیل است. این هم یک مشکل دیگه است و تعدیل دیگه محتویاتش هم گفته که در قانون اساسی با توجه به مواد 67 و 146 قانون اساسی گفته که باید با پیشنهاد رئیس جمهور یا اکثریت اعضای شورای ملی صورت بگیره. فکر میکنین که بحث قانون اساسی مطرح باشه باز در نشست ترکیه اگر بحث روی نظام آینده شود؟ قانون اساسی قابل تعدیل است. امروز آقای غنی قانون اساسی را جیب خود کشید در مجلس کدامن که ویدیو خود روان کرده بود بله. و گفت که ما بر اساس از این قانون اساسی لویجرگر را میخواهیم که فیصله هایی که در استانبول میشه او را تایید کنند، در حالی که در مو قانون اساسی تشریح شده که لویجرگر چی گونه ساخته میشه. هیچ امو به حساب زمینی ساختن لویجرگر در 20 سال گذشته نبوده، چون ما انتخابات شورای ولسوالی ها هم نداشتیم و از شورای ولایتی هم 4-5 سال از انتخاباتش میگذره و غیر قانونی اونا هنوز به کار خود ادامه میتن. متاسفانه کسی که قانون اساسی را همیش نقص کرده آقای غنی و همی عرب بوده، ولی این قانون اساسی عرف قرآن نیستی میتونه تغییر کنه. ولی آقای غنی اگه بگوید که بر اساس همی قانون اساسی که تان صلح میکنه و انتخابات میکنم، این به خاطر زبوتاش کردن و سنگ انداختن پیش روی به حساب پروسی صلح و گفتمان است، به خاطر از اینکه طالب با این قانون اساسی و با این مفاد از این قانون اساسی با طالب با سپاس طرفای گذارم. مقابل صلح نمیکنه و آقای غنی قانون اساسی را گروگان گرفته، در حالی که بزرگترین ناقض قانون اساسی در 7 سال گذشته آقای غنی است. خیلی تشکر آقای وایس ناصری، آقای روابط بین الملل از اینکه در بحث با ما بودین. سپاسگزارم از شما بیننده های عزیز که بیننده این بخش از برنامه بودید. در بخش بعدی هم همکارم با مهمانانش در رابطه با اظهارات ضد و نقیض نایب رئیس جمهور غنی و امرالله صالح درباره نشست استانبول و همینطور نهایی شدن طرح مسوده طرح حکومت در شورای مصالحه و نشست استانبول با مهمانانش بحث خواهند کرد. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.